حکم قطعی 8 سال و 2 ماه زندان، تحمل ضربه شلاق و محرومیت اجتماعی نرگس محمدی، کنشگر مدنی و فعال حقوق بشر در زندان قرچک ورامین به او ابلاغ شده است. برخوردهای امنیتی و قضایی با سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و شرایط جسمی نرگس محمدی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته. همکارم نوشین خانه اینجا در استودیو همراه ما است به همین موضوع پردازیم. نوشین، دیروز این حکم به خانم محمدی ابلاغ شد و واکنش‌ها هم زیاد بود. قبل‌تر هم با کاربرها داشتن ابراز نگرانی می‌کردن نسبت به وضعیت جسمانی نرگس محمدی. حالا از دیروز دارن هم به ابلاغ این حکم اعتراض می‌کنن، هم که ابراز نگرانی‌ها نسبت به وضعیت بیشتره چون که ایشون رو از بیمارستان برگردوندن به زندان قرچک. من یک بخشی از واکنش‌ها رو انتخاب کردم که با هم مرورشون می‌کنیم. ابلاغ حکم قطعی نرگس محمدی و انتقال او به زندان قرچک واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته. نرگس محمدی به دلیل گرفتگی یکی از عروق قلبش دوران نقاهت را در بیمارستان طی می‌کرد که به زندان برگشت. مهدی گلرو نوشته حکم قطعی 8 سال و 2 ماه زندان همراه با محکومیت اجتماعی و شلاق رو به نرگس محمدی ابلاغ کردند و او بدون طی دوران نقاهت از بیمارستان به زندان منتقل شد. کاربر دیگه میگه نرگس محمدی انسانیه که به خاطر حقوق به حق هم نوع خود در بند و آزار و شکنجه است. مریم کریم بیگی میگه نرگس محمدی همزمان با سالگرد بهنام محجوبی و 40 بکتاش آبتین که هر دو سند جنایت جمهوری اسلامی در زندانهایش هستند از بیمارستان به زندان قرچک منتقل میشه، در حالی که دوران نقاهت بیماریش رو باید طی کنه وارد مکانی میشه که پیشتر وضعیت اسفناکش رو اطلاع رسانی کرده بود. کاربری به اسم رامین نوشته زن ستیزترین حکومت دنیا حکومت ایرانه، حکومتی جنایتکارتر از طالبان. این کاربر میگه آزاده ترین و جسورترین مبارزان و دشمنان این حکومت زنان هستند، چون اونها اولین مخاطب ستم و تحقیر و محدودیتی حاکمیت بودند. یه کاربر دیگه هم میگه 8 سال و 2 ماه قطعی. حالا اگه بپرسیم کدوم دادگاه، کدوم قانون، کدوم فعالیت، کدوم دزدی، غارت، فساد، اختلاس و کدوم جنایت، میشیم لجن پراکن. خیلی از کاربرها حکم نرگس محمدی رو محکوم میکنن و به اون اعتراض دارن. مانند این کاربر که نوشته در تمام این سالها نرگس محمدی از جون مایه گذاشت که چند قدمی برای احیای حقوق پایمال شده که ملتی زجر کشیده برداره. این کاربر میپرسه مگه چند تا نرگس محمدی داریم که این گونه مقابل دیکتاتور بیسته؟ این کاربر با ذکر این موضوع که باید صدای نرگس باشین میگه بی‌شرمیه اگه به بهانه‌های واهی نسبت به جنایت و ظلمی که به او شده سکوت کنیم. یکی از کاربرها هم اینطور نوشته ما هر چقدر سکوت کنیم و سرمون به کار خودمون باشه یه روزی نوبت ما هم میشه و خلاصه روزی که ما هم گرفتار بشیم نمیشه منتظر معجزه بمونیم. یکی از کاربرها میگه در مملکتی که امثال قالیباف و شمخانی سرانش باشن معلوم انسانهای شریفی چون نرگس محمدی تهدید علیه امنیت و دشمن محسوب میشن. و در نهایت هم کاربری نوشت قرچک زندان نیست، شکنجگاهه و انتقام گیری از فعالان مدنی و حقوق بشری ادامه داره و این احکام ظالمانه است. در ادامه این بخش برمیگردم به همکارم فرهناز.